ضربه توپ به سر قباد میخوره توی دروازه، گل برای دلاوران. واقعا نفهمیدم این قباد بود که گل زد، یعنی این توپ بود که به سر قباد گرفت رفت توی دروازه، یا قباد توپ رو زد و گل شد. در هر صورت الان دیگه این گل به نام قباد ثبت شده و باید بپذیرید قباد باور کنید من هنوز خودم توی شوک قرار دارم. گل زد، باور کنم که گل زد. خیلی بیشوره. یعنی چی به جز خشایار؟ کم شد. این که شانسی بود. تو خوبی. آقا سگار کردی؟ بابا یارم کنفرانس مطبوعاتی. چی شد؟ هیچ خبری ازشون نیست. بد شانسی آوردیم. بد شانسی. اشتباه کردیم. باید همون اول دمه پرزادو میدیدیم یه گره خوشگل میخورد کار به اینجا نمیکشید. اما اتفاقا بعدم نشد. الان میری تو کنفرانس یه مانور عجیب غریب مطبوعاتی را میندازی. دوباره چی تو سرته؟ تعهد. تعهد به فوتبال پاک. میری میگی به من پیشنهاد بیشرمانه شد. برم بگم؟ آره بگو به من پیشنهاد رشوه شد. اما من مجید محالم، محال خودم رو بفروشم. محاله. آی محال، برگ برنده شما بازیکن به ظاهر آماتوری بود که تو اولین بازی رسمی خودش 85 دقیقه موقعیت رو خراب کرد. این درسته؟ اینکه برگ برنده من این بازیکن بوده کاملا درسته. ولی اینکه ایشون آماتوره نظر شماست؟ به نظر شما بازیکنی که 90 دقیقه دوندگی میکنه و گل پیروزی بازی رو میزنه آماتوره؟ شما مثل این که یادتون رفته اینجا لیگ برتره نه لیگ آماتورا. قباد تو این بازی فقط یه خورده بی تجربه بوده، وگرنه گل برتری و بازی رو زده و منم از این بابت ازش راضیه. آقای معال، شما تحمیل آقای مسرور به تیم رو توسط آقای رستمی رئیس هیئت مدیره باشگاه رو تایید میکنید؟ این سوال شرم‌آوره، خجالت آوره. کمیته استعدادیابی دلاوران شبان روز توی مدارس فوتبال شهر و روستا دنبال استعداد میگردن، اون وقت یه خبرنگار از راه میرسه با یه سوال همه چی رو خراب میکنه. اونایی که منو میشناسن میدونن مجید محال به هیچ قدرتی باج نمیده. آقای مسرور، شما 80 دقیقه نقش یک گلنزن قهار رو ایفا کردید. آیا قبول دارین اون ضربه سر شانسی و اتفاقی بود؟ آری کلا تعارف نکنین، هر چی دهنتون در میاد بگین. بنده شگرد بازیم اینه که اول حواس حریف از خودم پرت میکنم، حواسشون که پرت شد زهر خودم میریزم. اینو تو بازی امروزم ثابت کردم. من تو دقایق پایینی تک گل پیروزی بخش تیممو زدم. بعدش هم شما بهتره به اون آدمی که ازش خد میگیری بگی آخرین سلطان تازه کارشو شروع کرده. آقای مسرور، نظر شما در مورد این حواشی که وجود داره، این که میگن شما محصول رانت و رابطه در فوتبال، این چیه؟ اینجوریه؟ نظر شما در مورد اینکه میگن شما محصول رانت و رابطه مطبوعاتی چیه؟ یعنی چی؟ این چه حرفی آقای محترم؟ بفهم. حالا اگه همین جواب من میدادم میگفتن عدم تعامل قباد با مطبوعات و ضد خبرنگار بودن و هزار تا حرف دیگه. البته من این جواب از قبل آماده کرده بودم. بفهمه. آقای مسرور، شما فوتبال از کجا شروع کردین؟ بارسلونا. البته از واحد چیت کردش. آقای رسولی، شما کاپیتان تیم و جزو آماده ترین بازیکنان لیگ هستید. از اینکه ذخیره یک بازیکن بی تجربه و معمولی هستید ناراحت نیستید؟ ناراحت؟ نه اتفاقا خیلی هم خوشحالم از اینکه بالاخره یه بازیکن آینده دار توی فوتبال ما پیدا شد
در آینده هم میتونه به فوتبال پایه‌مون کمک بکنه. دیگه ما آخر راهیم دیگه، باید راه واسه جوانا باز کنیم. البته اینم اضافه کنم که من تو آمادگی کامل به سر میبرم و با تمام وجودم به نظر کادر فنی ارزش قائل میشم. سعی میکنم تو تمرینای بعدی بهتر ظاهر بشم که بتونم تو ترکیب فیکس قرار بگیرم. آقای محال، تیم حریف رو چطور ارزیابی کردید؟ اجازه بدین از مسائل فنی بگذریم، به مسائل مهمتری بپردازیم. مسائلی که به روح و روان آدم آسیب میزنه. منظورم آدمایی هن که به خاطر منافع شخصیشون حاضرن دست به هر کار کثیفی بزنن. این گوشی منه. اینم پیامک هایی که از دیروز عصر برای من ارسال شده. بفرمایید. بخونید. یه سری آدم که معلوم نیست کیان، از کجا اومدن، از من شماره حساب خواستن تا در صورت شکست توی بازی امروز به هم رشوه بدن. به من 200 میلیون تومان رقم کمی نیست برای بازی، ولی من به فوتبال پاک اعتقاد دارم، ایمان دارم. 200 میلیون که سهله، اگه پیشنهاد 1 میلیاردی هم میدادن محال بود که مجید محال پاش بلغز. اما من همین جا پشت همین تریبون از شماها سوال دارم، اگه به جای من محال یه مربی خام، ناپخته، ساده دل مربی این تیم بود، تکلیف چی میشد؟ آیا باز هم جواب رد به پیشنهاد بیشرمانه این آدم ها میداد؟ گول نمیخورد؟ بازیچه دست این آدم ها نمیشد؟ آقایون، فوتبال ما داره به کجا میره؟ چرا هیچ کس به داد این فوتبال نمیرسه؟ چرا هیچ کس هیچ کاری براش نمیکنه؟ چرا هیچ کس یک بار برای همیشه ریشه فساد و خشک نمیکنه؟ من دلم به حال این فوتبال میسوزه. من یه چیزایی میبینم، یه چیزایی میشنوم که هیچ جوابی براشون ندارم. یعنی تو ادبیات من نمیگنجه. من واقعا دلم برای این فوتبال آقای مسرور، فکر میکنید این روند گلزنیتون در بازی بعدم ادامه داشته باشه؟ کجای دنیا وسط این حرفای احساسی سوال میپرسن آخه؟ خیلی خوب آقا، من که حرف بدی نزدم. شما به خاطر این جوی که علیه من درست کردی من دیگه باهات مصاحبه نمیکنم، جوابتم نمیدم. همینه دیگه، جو درست کردن علیه من منو خرابم میکنه. شما میگی فوتبال ناپاکه، واقعا ناپاکه. نگاه کنی بفهم. حالا شما برو بنویس عدم تعامل قباد با مطبوعات، با روزنامه. قباد خبرنگارها رو دوست نداره. من اجازه بدی ترک کنم؟ حالا یه ببین چه فیلمی داره بازی میکنه. آقا تو این فوتبالی که من میبینم اصلا لزومی نداره فوتبالیست خوبی باشی، فقط باید بازیگر خوبی باشی. برای شکسپیر جان، امشب 30 میلیون میریزی به حسابش. واسه چی؟ اون که بازی برد. اون بازی رو برده؟ پس ما هم باید ببریم. اینطوری میشه برد برد. آقا میخواین چیکار بکنید؟ پولا که واریز کردی یه کپی افیش واریزی میگیری، با یه نامه میفرستیدم به خونش. تو نامه میبیسی رشوه واریز شده، این رسمش نیست پولا بگیری بعد جلو رسانه آمد باد آبرومونو ببری. پایین نامه هم بنویس سندش موجوده، پیامک شماره حسابت. بله حق با شماست، ایشون موقعیت‌های زیادی رو تو بازی امروز خراب کردن، اما با گلی که زدن تونستن 3 امتیاز حساس برای دلاوران کسب کنن. بله راجع مدل معاش هم حتما به ایشون تذکر داده میشه. در مورد آقای محال هم باید عرض کنم که تو بازی امروز نشون دادن انتخابم بسیار درست بوده و امیدوارم همین روند رو تو بازی‌های بعدیشون هم ادامه بدن. منم حمایتم از ایشون تمام قد اعلام میکنم. خواهش میکنم. خداحافظ.
به جای حمایت کردن از این و اون یه کلام بگی که یه شریکی هم هست که کمک‌های مادی و معنویش باعث شده تیم به برد برسه بد نیستا. امر دیگه نداری؟ امری نیست. از 10 تا تلفنم یکیشو بدی من مصاحبه کنم جای دوری نمیره. دیگه چی؟ دیگه هیچی. می‌بینی از من تشکر کنی؟ مامان جان مگه بچه بازی طرف زنگ زده میگه قیافه بازیکنتون منشوریه، من یه دفعه بگم از مامان شکوه ممنونم که تیممون برده؟ یا از من تشکر میکنی یا ازت متنفر میشم. مامان جان آخه با من بحث نکن، بگو چشم. چشم ولی میگم بحث نکن، بگو چشم. چشم. میگم بحث نکن. گفت چشم دیگه مامان جان، بحث نکرد که. تو دیگه حرف نزن، کمچی میزنی بری بالا با برف سال دیگه بیای پایین. دو سال پیش مامان جون انقدر خشن نبودی یا؟ بفرمید. ببینید آقای محترم، من خدمت همکاراتون هم گفتم ما میدونیم که مدل مویه ایشون از عرف خارجه، حتما هم به ایشون تذکر میدیم. اگه امر دیگه نداری من گوشی رو قطع کنم. از من تشکر میکنی یا ازت متنفر بشم؟ ببخشید یه لحظه گوشی خدمتتون. مامان جو من الان چجوری از شما تشکر کنم که بهمون نخندن و مسخرمون نکنن؟ باز که داری بحث میکنی. خیلی خوب خیلی خوب غلط کردم. ببخشید من قبل از ادامه مصاحبه میخواستم از مادر بزرگم، مادر آقای بوستانی بزرگ تشکر کنم به خاطر حمایتاشون. میخواستم که اینو حتما چاپ کنید. خیلی ممنون. خدا نگهدار. دستت درد نکن. خواهش میکنم. چه شود؟ چی؟ تیتر روزنامه های فردا. دلاوران مدیون مامان شکوه. نه سرم بوده، برو سر کوچه یه روزنامه از نک شعله میگه بگی بیار. مامان جان هنوز چاپ نشده که. باز که داری بحث میکنی. شعله. بله. هیچ وقت فکر نمیکردم از یه آدم اینقدر متنفر بشن. دل به دل راه داره. حالا شما فعلا برو روزنامه تو بخر. دستتو بردار. بذار. یه جوری درست کرده و غلطک هم صاف نمیشه. اونی که صاف نمیشه دل شماست. مثل اینکه دوباره میخوای اصلا منو بریزی به هم، نه؟ راست میگه دیگه. یعنی چی همه به جز خشایار؟ همین که من ایشون رو جز خانواده دونستم باید کلاشو بندازه بالا. آره اتفاقا من اصلا مشکلی ندارم، دیدی اسم من بزرگ زده بود. شروع شد دوباره دعواهای خانواده مسرور. البته به جز خشایار. راست میگه. باریکلا آقا جواد، بی خودیست عاشقتم. ماشالله. خیلی خوب، دیگه وقتشه بریم یه دسته گل بخریم بریم خواستگاری سحر. مگه نگفتی خواستگاراشو قبول کرد؟ بابا اون یه چیزی میگه، من مطمئنم اگه ما الان بریم خواستگاری قطعا قبول میکنه. بابا دلش با قباده. بی خود، من وقت واسه عشق و عاشقی ندارم، همه تمرکزم رو فوتبالمه. چطور وقت داری واسه اون دختری فیس و افاده دماغم علی بری طلا بخری؟ وقت نداری به یه خواستگاری؟ پرسیدم، عمل نکرده. چقدرم ازش بدم میاد، شاید ملخ میمونه. خواهشوار بازی شروع شد.
منخه. ای بابا نسترم خانم. به به چشم روشن، با شما چی کار داره؟ من چه میدونم با من چی کار داره؟ نه خب بذارو بلنگو بشتبیم چی میگه. از این حرف هم داشتیم. الو سلام عرض شد نسترم خانم. خانم بستانی واقعا من از شما تشکر میکنم. قباد جان من فوتبال از شخص شما یاد گرفته. نه منظورم اینه که از مربیای شما یاد گرفته. بله آقا جواد، جدا این بحثا من زنگ زدم بابت قول و قراری که با هم داشتیم. بله مرد و حرفش. من سر قول و قرارم هستم، فردا صبح اول وقت خدمتتون هستم. ببخشید فقط چون در طول روز من یه مقدار گرفتارم، اگه ممکنه به خانواده محترمتون فردا شب تشریف بیارید منزل ما برای شام. یعنی ما فردا شب با خانواده بیایم خدمت شما؟ بله. چشم، ولی خواهش میکنم زیاد تدارک نبینیم، ما شرمنده میشیم. خواهش میکنم، پس من فردا شب منتظرتونم. راستی از طرف من از آقا قباد خیلی تشکر کنیم بابت گلی که زدن. قباد ازم تشکر میکنم خانم بوستانی. خیلی ممنونم خانم بوستانی، خداحافظ. مهمون دعوت کردی؟ بعد از شما اجازه میگرفتم؟ نه ولی بعد نیست منم در جریان بذاری. در جریان باش. دعوت کرد برای شام؟ اصرار کرد. بی‌ادبی بود اگه دعوتش رو قبول نمی کردم. خب چیزی نیست که، میریم قرارداد رو می‌نویسیم، شام هم می‌خوریم، برمی‌گردیم. آقا جواد من اگه جای شما بودم تو این شرایط بغرنج این پیشنهاد رو نمیپذیرفتم. واقعا شما لیاقت پدری منو داری. من؟ برو بیرون میخوام استراحت کنم. باشه میرم، ولی قبلش میخوام یه چیزی بهت بگم. زود بگو. من میخوام ساختمون مدیریت باشگاه رو بازسازی کنم. چی؟ یه سری ایده و فکرم براش دارم. بعد میخوام با آقای رستمی زنگ بزنم بگم واسه یکی دو هفته یه جا رو برامون پیدا کنه. احتیاجی به این کار نیست. همونجوری که هست خیلی هم خوبه. اصلا هم خوب نیست. قدیمیه، دموده است. تو ذوق میزنه. چی از تنوع بدت میاد؟ نه میگم لازم نیست فر خرجی کنیم. پدرم اونجا رو تازه بازسازی کرده بود. فریدون که هیچ وقت سلیقه طراحی نداشت. موافقم. پدرم کلا آدم بد سلیقه‌ایه. بسه، عوض نمک ریختن نظرتو بگو. نظری ندارم، هر کاری دلت میخواد انجام بده. منو بگو که از کی نظر میپرسن. الو الو نسترم خوبی دخترم؟ ماما شکو خوبه؟ ما خوبیم، شما چطورین؟ کجا این؟ چرا هرچی زنگ میزنم جواب نمیدین؟ گرفتارم ولی حالم خوبه، عملم با موفقیت تموم شد، الانم از بیمارستان مرخص شدم. خب خدا رو شکر الان بهترین؟ آره خیلی بهترم. بابا چون شما که وقت داشتین یه ذره دیگه ملک و املاک به نام این دختره میکردین. الان وقت این حرفا نیست. گوش کن به این بهت چی میخوام بگم. من نمیتونم برگردم ایران. چرا؟ مفصله، دارم بیچاره میشم. چی شده؟ چی میخواستی بشه دخترم؟ شعله. هیچ وقت بهش اعتماد نکن، اون میخواد از من انتقام بگیره. اون که هیچ غلطی نمیتونه بکنه. قضیه پیچیده تر از اون چیزیه که تو فکر میکنی. اونا میخوان باشگاه رو از چنگ من در بیارن، برام پاپوش درست کردن، میخوان منو نابود کنن. کیا؟ مافیای فوتبال.
آدمای خطرناکیان. برو در گاف صندوقو باز کن، یه وکالتنامه توش هست. برش دار. زندگی پدرتو نجات بده. نزار آبروشو ببرن. چه وکالتی؟ وکالت تامل اختیار. گذاشته بودمش واسه روز مبادا. بهش احتیاج پیدا میکنی. بابا جون میشه درست به من توضیح بدیم ببینم چه اتفاقی افتاده؟ اون کاری که بهت میگم و انجام بده دخترم. بعدم بهت توضیح میدم ماجرا چیه. خیلی خوب، مواظب خودتون باش. خداحافظ. خداحافظ. من دارم میرم، کاری نداری؟ میدونی این در واسه چی گذاشت در اینجا؟ واسه اینکه در بزنی؟ نه، سوال من چیزی هست. میدونی برای چی گذاشتنش اینجا؟ آقا خب برای این گذاشتن که در بزنیم. منم در زدم. نه دیگه. برای اینکه وقتی شما تق 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 در میزنی، اون آدمی که این ور نشسته یا خوابیده، موقعیتشو بسنجه ببینه سلام هست شما بیای داخل یا نه. نه منطقی بود راست میگی. من متوجه اشتباهم شدم، ببخشید. همین که متوجه میشی برای من یه دنیا ارزش داره. باش، من دارم میرم، کار نداری، خداحافظ. کجا میری؟ بهش اونجا کارت دارم. امرتون جان؟ ببین درسته من تو با هم دیگه مشکل داریم، من از تو متنفرم، بدم میاد ازت، دوست دارم بری زیر تریلی، ولی برای گوشت هم دیگر هم بخوریم و استخون هم دیگر دو نمیدازیم. درسته؟ نه. یعنی چی؟ یعنی من نه از شما متنفرم، نه از شما بدم میاد، نه دوست دارم بری زیر تریلی، حتی گوشتتو نمیخورم که استخوناتو بخوام بندازم دور. ولی من اینجوریم. نه. یعنی چی؟ آقا اینجوری نیستی، فکر میکنی که اینجوری. میگم هست. نه. باشه، دوست صمیمی و گل من، برادر نداشته من، اینجوری نیست. من به کمک تو احتیاج دارم. دوست داشتم. یعنی الان اینجوری هم گفتی جونم هم بخوای بهت میدم. حالا کارت چیه؟ برای خواستگاری دیگه. بالاخره تو تجربت اینا از من بیشتره، یه چیزایی رو بیشتر از من میدونی. اینه که به من بگو چه جوریه. یا بابا حالا این خانم محترم کی هست؟ به تو چه؟ به تو چه اسمشه یا فامیلشه؟ واقعا تو بامزه، به طوری حیف میشه اینجوری ول میچرخی. برو توی از این برنامه تلویزیونی طنازی کن. ببین قباد، من دوستت دارم که میخوام این حرفو بهت بزنم. اون دختره به درد تو نمیخوره، صرف تا صد با تو فرق داره. ده تو یه فوتبالیست حرفه‌ای، حرفه‌ای فکر کن. دنبال یه نفر بگرد که عین خودت باشه، مثل خودت فکر کنه، دوست داشته باشه، عین من و مینا. برو بیرون. سلام شعله خانم، خوبین؟ خوبم، ممنون. راستی خیلی تبریک میگم آقای رستمی. به شما باید تبریک گفت، بالاخره مدیریت تو این برد بی تاثیر نبوده. آفرین. شعور ذاتیه، اکتسابی نیست. بی خود نیست رو شما یه حساب دیگه ای میکنم. برای من افتخاره در خدمت باشگاهیم که مدیریتش با شماست. خواهش میکنم، خدمت از ماست. کاش همه مردای دنیا مثل شما بودن، اینقدر با اخلاق و مهربون. کاش همه خانمای دنیا مثل شما با فهم و درک بودن. خیلی ممنون. زنگ زدم خواستم یه زحمتی بهتون بدم. زحمت؟ چه زحمتی؟ من همیشه برای خدمتگذاری به شما آمادم. توی مراسم جشن گفته بودم که میخوام یه سر و سامونی به اوضاع باشگاه بدم. امشب با نسترن صحبت کردم، قرار شد از فردا دست به کار شیم. فقط احتیاج داریم یه جایی باشه که فعلا دفتر باشگاه رو منتقل کنیم اونجا. شما میتونید برام راستوریسش کنین؟ چه عجله‌ای، نمیتونیم تا نیم فصل صبر کنیم؟ اون موقع زمان بیشتری هم داریم.
نه، میخوام هیئت مدیره بفهمن حرفی رو که میزنم و بهش عمل میکنم. تا فردا ظهر همه چی آماده میشه. ببخشید دیگه، زحمتش هم افتاد گردن شما. اختیار دارید. من هر کاری از دستم بر بیاد برای شما انجام میدم. ژاله خانم. حتی بدون اون یه دونگ. این نشون میده که شما چه مرد با سخاوتی هستین. خیلی خوشحالم که نگاه شما به من اینطوریه. پس تا فردا. باشه. تا فردا. خداحافظ. اینا چیه؟ پول ریختن به حسابم، اونم بعد از بازی. مگه نگفتی اگه به بازی این پولو میریزن؟ همش بازی بود، پاپوش بود، میخواستن شماره حسابم بگیرن، توطئه کردن تا رسوام کنن. چیکار کنم سیاوش؟ اگه دوباره منشوری بشم میرم قاطی باقالیا. هیچ کاری نمیتونم بکنم. نامه فرستادن واسم، توش نوشتن اگه محترمانه استعفا ندم و برم همه این مدارک کوفتی و رسانه‌ایش میکنن، کارو میکشونن به کمیته انضباطی. اگه راست گفته باشن دودمانم به باد میره سیاوش. مجید حالا حسابتو چک کردی؟ شاید اصلا بلوف زدن. نه بابا، 40 میلیون تومان ریختن به حسابم. 40 میلیون تومان ریخته؟ عجب خریه. کی؟ همین آدم ها دیگه، برای باخت خودشون 40 میلیون تومان پول میدن. گرون حساب کردن. گرون حساب کردن که واسه من گرون تموم بشه. داره آبرون میره، یه فکری به حالم بکن سیا. اون موقع که اسم پول اومد دست و پات میلرزید، باید فکر این موقع رو میکردی. من با تو مشورت کردم، تو اوکی کردی، تو گفتی 50-50. ببین گفته باشم، اگه پای مجید محال گیر باشه، پای سیاوش رستمی هم گیره. چی شد؟ مجید تو داری منو تهدید میکنی؟ تو با کدوم سند و مدرک میخوای ثابت کنی که من شریک جرمتم؟ بدبخت، پولو تو حساب تو ریختن، اسمس ها رو به تو دادن. برو بیرون این خونه، برو بیرون. خیلی خب بابا، چرا قاطی میکنی؟ من تحت فشار بودم، یه چیزی گفتم. اصلا ببخشید، نبودم چه حرفی میزدم. بابا تو رفیقمی، پشتمو خالی نکن. خیلی خب، یه لحظه خفه خون بگیر ببینم چه خاکی باید تو سرمون بریزیم. یه فکری باید بکنیم. فکر کردن نداره، من آدما رو میشناسم، شوخی ندارم با کسی. اگه کاریو که خواستن انجام ندم، تهدیدشون عملی میکنن. یعنی استعفا میدی؟ استعفا؟ خب آخه اینجوری که نمیشه که. مجید من جای تو بودم تا آخرش میرفتم، از حیثیت و آبروم دفاع میکردم. نمیشه، من از پیش بازندم، آتو دارن ازم. باشه، این هیچی از ارزشات کم نمیکنه، تو داری از اسمت دفاع میکنی. نه من نمیخوام دوباره خونه نشین بشم، مثلا بهتر استعفا. آره استعفا میدم، فقط من نمیدونم به چه بهونه‌ای. تو چیزی به عقلت نمیرسه؟ من تو چه شرایطی گذاشتی؟ با اینکه من با استعفای تو مخالفم، ولی باید یه بهونه خوب پیدا کنی دیگه، یه مریضی چیزی. مریضی؟ آره راهش همینه. حالا مجید عجله نکن، چند روز صبر کن، شاید اصلا اتفاقی نیفتاد. اگه افتاد چی؟ فدراسیون و کمیته انضباطی هیچی. برنامه 90 رو چیکارش کنم؟ من نمیتونم ریسک کنم. نامی از من نباشه بهتر از اینه که بدنام بشه. من همین فردا استعفا میدم. ولی مرد و مردونه سیاوش، قول بده تو اولین نفری باشی که با استعفای من موافقت میکنه. تو چه شرایطی قرار میدی آدمو رو مجید؟ به خاطر دوستیمون من به تصمیمت احترام میذارم. پشتتو خالی نمیکنم مرد.